و ما باید در مورد بیت کوین صحبت کنیم. ما باید راجع به کریپتو صحبت کنیم، رمز ارزها، راجع به بیت کوین صحبت کنیم، راجع به تمام اون کمپانی های ارزشمند و بزرگ. امریکا مورد رحمت الهی قرار گرفته که یه همچین استعدادهای خارق العاده و نوابق رو داریم که نمایندگان اونها همینک در این اتاق حضور دارن. البته مزاح میکنم، نه همه شما، اکثر شما. ما دوباره بر اساس همین روحیه که داشتیم، روحیه‌ای که امریکا رو اومدیم بهش کمک کردیم و بنیان نهادیم، دوباره با همین روحیه شکوه رو به امریکا برمیگردونیم. من خیلی تحسین میکنم این کامیونیتی و جوامع بیت کوین و رمز ارزها رو، برای اینکه شما خیلی جامعه هوشمندی هستید. و داشتم به پسرم میگفتم که این مثل صنعت سولا در 100 سال گذشته مونه که دوره نوزادی و خودش رو به سمت تکامل با در واقع سرعت خارق العاده ای به پیش میبره. کی باورش میشه که ظرف مدت کمتر از 15 سال از یک مسیج ناشناس و یک ایده ناشناس به روی برد پیام رسانهای اینترنت بیت کوین به این قدرت و عظمت برسه؟ واقعا شگفت انگیزه. ببینید، نهمین دارایی ارزشمند در هر کجای دنیا تلقی میشه، اومده در واقع سخت ارزش بازار نقره رو هم در واقع پایین تر از خودش قرار داده و به زودی بوی سبقت رو از ارزش ذاتی طلا هم خواهد رو بود و این امکان رو داره. همچین چیزی رو ما هم هیچ موقع شاهدش نبودیم. فکر نکنم کسی دیده باشه همچین چیزی رو. همه دارن میگن چه اتفاقی داره میفته؟ بحث بیت کوین و رمز ارزها به چه سمتی داره میره؟ همه سردرگم شدن. ببینید، بیت کوین فقط معجزه فناوری نیست، بلکه معجزه دستاوردهای انسانی در سایه همکاری، دوستی و نشستهایی که دور میزای گرد داشتن، میتینگ هایی داشتن و این یگانگی و دوستی و حمایت از همدیگه هستش. درسته که بحث رقابت قطعا وجود داره در سطح بالای خودش در فضای بیت کوین، اما من میبینم که با دلیل هوشی بالا جوامع بیت کوین همدیگه رو مورد حمایت قرار میدن و شما واقعا حس فوق العاده ای دارید. شما بسیار افراد باهوشی هستید که من شما رو تحسین میکنم. این اتاق فضای عالی داره. در واقع همه شما با باهوش هستید، با ضعیف هوشی بالا، اما من به عنوان نامزد انتخاباتی دارم رقابت میکنم با کمترین هوش بحری، رئیس جمهوری که کمترین هوش بحری رو داشته، یعنی کامالا هریس. و راجع به جو بایدن که صحبت نمی کنم، اون تکلیفش کاملا مشخصه. ببینید، بیت کوین باید حتما سیطره‌اش در اختیار امریکا قرار بگیره. ما این کار رو نکنیم، چین و سایر کشورها گوی سبقت رو از ما خواهند رو بود و ما همواره بهترین اقتصاد رو در دنیا داشتیم، بهترین شهرها رو داشتیم، زیباترین شهرها رو و همده بالاترین سطح استاندارد زندگی رو. وقتی من میگم شهرهای زیبا، متاسفانه الان وضعیت شهرهای ما نابسامان هستش و وضعیت بغرنج رو شاهدش هستیم. دموکرات های شهرهای ما رو نابود کردن، اما در آینده من با اونها هم همکاری خواهم کرد که شهرها را به اون وضعیت شکوهمند قبلی برگردونیم. ما همواره آزاده ترین، جاه طلب ترین و مغرورترین و پویاترین ملت در این کره خاکی بودیم و دوباره این شکوه و عظمت و غرور ملی رو برمیگردونیم به امریکا. این وضعیت که الان داریم در واقع یک ملت رو به افول هستیم و این خجالت آوره. ما نباید اجازه میدادیم که این احترام ملی، این غرور ملی از ما گرفته میشد، اما دوباره ما این رو برمیگردونیم. چین داره خیلی پیشرفت میکنه و سعی در این داره که در دست خودش بگیره تمام ارکان بیت کوین و رمزها رو. ما نمیخوایم اتفاق بیفته. این بدین منزله نیست که ما نمیخوایم چین موفق باشه، بلکه ما در نظر داریم که بوی سبقت رو بروباییم و اینکه امریکا باید بهترین باشه و قوی‌ترین در عرصه بیت کوین و رمز ارزها. من بیشتر این دلیل اینکه اینجا حضور پیدا کردم دو دلیل بوده.
میتونم بگم که اولین بحث اینه که امریکا باید همواره اول باشه و پیش رو باشه در زمینه بیت کوین و در همه زمینه های تکنولوژی و فناوری. و مورد دوم اینکه این روحیه که ما داشتیم و امریکا رو با اون عظمت بنا کردیم دوباره برگرده و با هم دیگه یک امریکای شکوهمند و قدرتمند بسازیم.